اکثریت از انسان ها میخواهند که در زندگی خود یک رهبر خوب شوند. تمام انسان ها میخواهند که در زندگی خود افراد موفق باشند، با انرژی و خوشحال زندگی کنند، به دیگران کمک کنند و همه قسم یک تغییر مثبت ایجاد کنند. من مدیون بهار سبز هستم که تمام این احساس به من هدیه داد. اما عدم تجربه کافی، مشکلات مالی و اجتماعی باعث شد که من تمام دستاوردها را از دست بدم. قسمی که همه میگن که هر کسی به خاطر یک مقصد خاص به دنیا آمده و تمام انسان‌ها در طول زندگی خود دنبال امو مقصد خود میگردن و در جستجو هستن تا به هدف خود برسن. همه قسم من هم همیشه تلاش میکردم که بالاخره مقصد زندگی ما پیدا کنم. اما همگی ما میفهمیم که همیشه آسان نیست. وقتی که به دیگران کمک میکردم و وقتی که همراه دیگران همکاری میکردم، بر من یک حس خوشی رخ میداد. من نمیفهمیدم که مقصد اصلی زندگی ما چیست، اما اینقدر میفهمیدم که ما با کمک کردن به دیگران خوش میشم. زمانی که برنامه رهبری را در پروموت شروع کردم، این واقعا به ما بیشتر انگیزه داد تا ما به هدف خود نزدیکتر شوم. و بالاخره ما تانستم که بعد از ختم این برنامه یک گروپ از جوانا را تشکیل بتم که همراه ما یک جای شوند و کسایی که یعنی با هم مقصد مشترک داشتیم در یک جای و در یک محیط تعهد همکاری را با همدیگر بکنیم. ما اولین برنامه خود از نهارشانی در لیسه فیض محمد کاتب هزاره شروع کردیم. با وجودی که این بر ما اولین تجربه بود، مخصوصا بر یک دختر خانومی که در شرایط دشوار افغانستان زندگی میکنه، بر ما بسیار زیاد مشکل بود که حتی ما بفهمیم نهال‌ها در کجا فروخته میشن، از کجا اونا را تهیه کنیم و چطوری را به مکتب برسانیم. و گروپ را که تشکیل داده بودیم تمامشان دختر خانوما بودن و ما از طبقه ذکور کسی را نداشتیم. از همه مهمتر ای که این مکتب در یک قسمت دوری از شهر کابل موقعیت داره، یعنی ما باید به یک فاصله بسیار زیاد دور این حالا را انتقال میدادیم. و زمین فیض محمد کاتب هزاره بالای یک تپه است که هم خودش یک چالش بود که ما چطور میتونستیم 30 اسلحه حالا بالای این تپه بلند کنیم. در موجودیت اینقدر چالش ها، حتی مسئولین مکتب هم از ما انتظار نداشتند که ما بتانیم یک برنامه به این بزرگی را پیش ببریم. اما ما موفقانه نه تنها قادر به این شدیم که بتانیم در این مکتب نهارشانی کنیم و برنامه خود تکمیل کنیم، بلکه از لحاظ دیگه، مثلا فراهم کردن بعضی از مواد درسی، کتاب و دیگر ضروریات ابتدایی که مکتب از ما تقاضا کرد، بتانیم در پلوش اونا را هم فراهم بسازیم. با متقبل شدن اینقدر چالش ها و مشکلات و بعد از تکمیل این پروژه، نه تنهایی که ما حس خستگی و نارضایتی نداشتیم، بلکه احساس خوشحالی و انگیزه بیشتر داشتیم و این ما را تشویق میکرد که فعالیت ها و کارهای خود را ادامه بتیم و از این کرده هم کارهای بهتری را در آینده داشته باشیم. خوشبختانه زحمات و تلاش های ما نتیجه داد و ما همراه یک نهاد دیگر معرفی شدیم، یک نهاد اجتماعی که اونا دست همکاری را به ما دراز کردن و هم قدم ما شدن و بر ما تعهد سپردن که جای بر نهاد ما را فراهم بسازن. و بالاخره رفته رفته گروپ ما کلان شد و یک و در پلوی طبقه اوناست، طبقه ذکور هم در گروپ ما جای گرفت و ما برنامه بعدی خود در یک زمستان برنامه توزیع لباس زمستانی به اطفال دستفروش شهر کابل طرح کردیم. با وجودی که چالش های مالی همیشه وقت در جریان فعالیت های ما وجود داشت، اما بازم انرژی ما، تعهد ما و تلاش ما همیشه باعث می شد که ما با سری چالش غلبه کنیم. و همه قسم ما تانستیم که با تبلیغات از طریق صفحات اجتماعی بتانیم که توجه و کمک همشریان عزیز خود، هموطنان عزیز خود جلب بکنیم تا اونا هم در این عرصه ما را همکاری کنن و ما یک کمپاین بزرگ جمع‌آوری لباس زمستانی را از طریق صفحات اجتماعی برای انداختیم و ما تانستیم که بیشتر از 1000 جوره لباس زمستانی جمع‌آوری کنیم و در حضور
رسانه ها، بعضی از اشخاص و افراد فرهنگی و اجتماعی تای یک برنامه بسیار شفاف و بسیار خوب این لباس ها را به اطفال دستفروش و نیازمند شهر کابل توزیع بکنیم. و همین قسم خدمات رضاکارانه خود افزایش دادیم و به فکر ازی شدیم که برنامه های ظرفیت سازی را هم برای جوانا و مخصوصا دختر خانم ها را اندازی کنیم که موافقانه یکی از برنامه های ما برنامه های کوتاه مدت نقاشی و رسامی به شکل رایگان برای جوانا بود که ما تانستیم ایره راه اندازی کنیم. و همین قسم ما برنامه های زیاد را به خاطر آگاهی دهی در بخش محیط زیست، فرهنگ شهرنشینی و برنامه های ظرفیت سازی برای جوانا به شکل رایگان راه اندازی نمودیم. امی که ما یک گروپ مستحد بودیم و یک دفتر مشخص و یک آدرس مشخص از خود داشتیم، بر ما یک فرصت بزرگ بود. ولی زندگی ما را با یک بارگی غافلگیر ساخت. نهادی که بر ما در قسمت جای همکاری میکردن متاسفانه دیگه نتانستن همکاری کنن. و این مشکل واقعا بر ما بسیار زیاد چالش برانگیز شد. و ما دیگه نمیتانستیم که با این مشکل کنار بیاییم. چون ما مصارف دیگه نهاده از بودجه شخصی خود تمویل میکردیم. و همین قسم ما نمیتانستیم که جلسات گروپ خود به شکل درست و منظمش برگزار بکنیم. و این متوقف شدن فعالیت ها نه مورد قبول خودم و نه مورد قبول اعضای گروپم بود. در این جریانی که بر یک مدت کوتاه هم فعالیت های نهاد ما متوقف بود، ما باز هم به شکل انفرادی و بعض وقت گروپی تلاش میکردیم که دوباره بتانیم این نهاد سرپای بسازیم. و این دفعه با برنامه بسیار منسجمتر و برنامه کارا و همچنان با پلانهای بسیار جامع میخواستیم که وارد عمل شویم. و همه قسم میخواستیم گروپ کلانتر را تشکیل بدیم، برنامه های خود را انکشاف بدیم، فعالیت های خود را وسیع بسازیم و همه چیز به شکل بسیار رسمی، استاندارد و منظمش دوباره از سر شروع کنیم. و انشالله که بهار سبز با چهره جدیدش به زودی دوباره برمیگرده و ما امیدوار هستیم که این بار فعالیت های ما بهتر از دفعه قبل و دستاورد های بزرگتری داشته باشیم. و ما میخواهیم که از این دریچه خواستار همکاری فرد هموطنهای عزیز ما شویم. در هر قسمتی که توانایی دارین میتونین که همراه ما همکار شوین. ما به رضاکارهای بیشتر، جوانهای متحدتر و توانمند ضرورت داریم.